بیننده های عزیز به ادامه برنامه از تریبا خوش آمدین. همچنان مهمان داریم و جناب استاد محمد تقی پیمان استاد دانشگاه با ما هستند. میخواییم که در ارتباط به موضوع بسیار مهمی صحبت بکنیم که نقش رسانه ها در توسعه کارآفرینی هست. انشالله بیننده باشین و اینکه چگونه میتونیم یک کارآفرین خوبی باشیم و رسانه ها چقدر نقش دارن در ارتباط صحبت میکنیم. انشالله که با ما همراه باشین و از این صحبت های بسیار مفید بتوانین استفاده کنین. سلام بر شما، بسیار خوش آمده. سلام بر شما و بینندگان بسیار خوبتان. امیدوارم که بحث امروز انشاءالله مفید و مؤثر بوده باشه. بسیار تشکر جناب استاد. میخوایم که بدانم اهمیت و ضرورت کارآفرینی در جامعه چیست؟ خب ما بحث امروز با یک مقدمه آغاز میکنم. ببینین، ما در یک کشوری هستیم که متاسفانه جز کشورهای کم توسعه تلقی میشه و در کشورهای کم توسعه به دلیل تجارب تلخ استعمار و کشمکش های درونی که بر سر قدرت بوده همواره منجر به این شده که مشکلات زیادی در سه کار وجود بیاید و کمتر به زیر ساخت ها پرداخته شد و نتیجهش میشه بحران بیکاری، چیزی که امروز ما متاسفانه شاهد از او هستیم و تعداد زیاد از هموطنان ما و شما به خارج از کشور آواره شدن و تعداد هم در درون دغدغه کار دارن. خب به دلیل اینه که ما یک گذشته تاریخی داریم که همواره با جنگ و کشمکش ها درگیر بودیم. حال بحث اینه که چطور ما زمینه کار و فرصت ها شغلی رو فراهم بکنیم. بله انشاءالله در لابلای بحث ها به این موضوعات خواهد پرداختیم. بسیار خب، بعد از اینکه فهمیدیم چقدر ضرورت به کارآفرینی در جامعه، چقدر خوبه که بگین کارآفرین کیست و تعریفی از کارآفرین داشته باشیم. کارآفرین میگیم کسی است که با استفاده از خلاقیت و نوآوری و با شناسایی و تشخیص فرصت ها اقدام به کار بکنه یا اقدام به راه اندازی یک شغلی انجام بده که او بتونه مفید و مؤثر باشه و برایش جنبه درآمدزایی هم داشته باشه. کسایی که اقدام به چنین کار میکنن در واقع اونها رو ما میگیم کارآفرین و در شرایط فعلی و در جامعه فعلی به شدت نیاز احساس میشه که ما به این مسئله فکر کنیم. بله. برای اینکه یک دولتی یا یک حکومتی که در واقع تجربه تلخ استعمار دیده و یک حکومتی که نوپا هست یا یک دلایل بر حال توانایی پاسخگویی همه بخشا را نداره. دقیقاً. و طبیعی است که همه دولت های توسعه یافته ویژگی را داره. در چنین شرایطی نگاه ما باید باشه که ما چه کرده میتوانیم. بله. دولتی که در طی 16 سال یا کمتر و بیشتر زمینه تحصیل برای ما فراهم میسازه، خب توقع میره که ما برای دولت چی میکنیم. ما بعد از کسب تحصیلات عالی و مدارج علمی ما چی گام را برمیداریم برای از اینکه مفید باشیم و مؤثر باشیم. خب یک از راه ها اینه که ما بیایم خلاقیت و نوآوری به خرج بدیم و در بحثی که مربوط رشته ما میشه یا در حوزه کاری و شغلی ما یا در حوزه تحصیلی ما اقدام به راه اندازی بعضی فرصت های شغلی بکنیم. بله. که هم از این طریق مصدر خدمت باشیم و هم یک فرصتی یا در واقع یک مصروفیتی برای خود بسازیم که بعدا هم مصروف باشیم و هم منبع درآمدی پایدار برای خود ایجاد کنیم. که این کار زمان امکان داره که ما فکر نو و فکر خلاقانه داشته باشیم و یک مقدار بیشتر از آنچه که هست تلاش کنیم. دقیقا. از این نگاه کارمندی و از این نگاهی که همیشه مزد بگیر و معاش بگیر دیگرا باشیم بیشتر فکر کنیم، انشاءالله در اون صورت ما میتونیم که کارآفرینی خیلی خوب باشیم. دقیقا. برای اینکه بتونیم کارآفرین خوبی باشیم و کارهای خلاقانه تری انجام بدیم، من نیاز هست که بعضی ایده ها هم در ذهن ما باشه. چه ایده هایی وجود داره برای ابتدا برای کسب و کار؟ خب ایده های بسیار زیاد وجود داره و بسیار، یعنی بخصوص که ما شما در عرصه تکنولوژی یا در عصر ارتباطات زندگی میکنیم، همه چیز وجود داره و پوشیده و پنهان نیست. با استفاده از ابزار تکنولوژی و اینترنت ما میتونیم خیلی راحت به همه ایده هایی که تا حال کار شده و یا ایده هایی که تحت کارن، ایده هایی که پیشنهاد شده دسترسی پیدا کنیم. بله. شما اگر یک جستجوی خیلی ساده در اینترنت انجام بدین، ایده های کارآفرینی بیش از 100 مورد ایده براتون میآید. هر ایده که مناسب به نظر میرسید، هر ایده که توان خود به اونجا میدیدین، میشه که یک از ایده ها رو انکشاف بتین و برای خود یک مصروفیت ایجاد کنیم و یا اینکه منبع درآمدی پایدار برای خود بسازیم.
علاوه بر آن ما میتونیم ایده ها را از ذهن خود بسازیم. یک گشت و گذار خیلی ساده در بازار و یک مردم چی میکنن لازمه و بعد از او ایده ای که ما داریم چطور میتونیم از ایده و مفکوره خود شغل بسازیم که هم خود ما و هم چهار تا کسی دیگه بیا مصروف شوه که هم در واقع فرصت شغلی برز نفرم شوه و هم در واقع منبع درآمد میشه. دقیق. یک از ایده هایی که من میشم به شما مثال بزنم برای کارآفرینی، مخصوصا برای طبقه بانوان که در شرایط فعلی بیشتر زمینی کار برایشان در ادارات شاید میسر نباشه، میشه که در خانه خیلی هاشون تجربه نشان داده که با یک چرخ خیلی ساده یک کارگاه خیاطی را انداختن. بله. یک چرخ خیاطی خود هر خانه تقریبا هست. کسی که توانایی دخت یا مهارت دخت لباس داشته باشه میشه از همین ایده در واقع برسه به کارگاه تولیدی خیلی بزرگ. نمونه هاش زیاد بوده، خیلی هم گرایش پیدا کردن در این بخش و یک ایده است. ایده ای که هم خودش مصروف به کار است و هم رئیس خودش است و هم در واقع چندین تا کارآموز یا کارمند زیر دست داره و در واقع کارگاهی را داره میچلانه. این ایده کارآفرینی است که ممکن خیلی های را تعقیب کرده باشن. ایده دیگر مثلا ما میتونیم که ترمیمگاه موبایل، کامپیوتر، عکاسی، فتوشاپ یا امثال اینا رو بندازیم. خیلی ساده است. یک دوره 3 ماه یا 6 ماه بیشتر به کار نداره که ما مهارت‌های ترمیم اینا رو یاد بگیریم، بعد یک کسب و کار برای خود راه بندازیم. و درآمدی که معمولا از آدرس این فرصت‌های شغلی به وجود میاد، چون درآمدی است که ثابت نیست، خیلی وقتا ممکنه که بیشتر از اون درآمد ثابتی باشه که ما از یک اداره میگیریم. بله. هم اینکه چون کار شخصی خود ما هستم آزاد هستیم و هم لذت بیشتر داریم میبریم و هم اینکه هر اندازه که خواسته باشیم میتونیم انرژی صرف کنیم و در واقع از اون طریق مستر خدمت باشیم. ایده های بسیار زیاد وجود داره که یک لیست مختصری از اون میتونم براتون نام بگیریم. بله. یک از اون ایده ها فروش است، البته فروش آنلاین. بله. مثلا خیلی ها تونستن یک چهار دیواری رو کرا بکنن، یک دکانه رو، بعد خدمات آنلاین را انداخته. امروز همگی در واقع به گوشی و به اینترنت دسترسی دارن. در دیگه کشورها رفاه زیاد شده و خیلی ها سعی میکنن که آنلاین خرید بکنن. بله. این هم یک ایده است برای کار کردن. راه اندازی مثلا یا تدریس که شما برین یک زبان رو بگیرین برین تدریس کنین، و یا اینکه محصولات آموزشی خود آماده بسازین در قالب ویدیو، در قالب فیلم. بله. و امثال اینها به فروش برسانین. اینا همش ایده های برای کار است. کسی که به دنبال کار و به دنبال شغل باشه ایده بسیار زیاد است و ما میتونیم بیش از 100 ایده را برای کارآفرینی، برای راه اندازی کسب و کار ما لیست بکنیم که اینا برای ما میسره. خیلی هزینه کمی هم به کار داره، یعنی ما میشه بسیار با یک مبلغ ناچیز یک کسب و کار خیلی خوب برای ما راه اندازی کنیم. البته در عین حالی که ما تحصیل میکنیم، در عین حالی که یک مصروفیتی اصلی ممکنه داشته باشیم، یک کار فرعی به صورت پارت تایم میتونیم بر خود راه بندازیم که چی بسا این کارهایی که ما راه میندازیم از اون وظیفه اصلی ما درآمدش هم بیشتر است. اینا ایده هایی است که میشه با اینا شروع کرد. بله. البته خب باز نظر به رشته هم فرق میکنه، بعضی رشتهش ممکنه ایده های دیگر را ایجاب کنه که باز خود فرد با در اون مسیر حرکت کنه و راهش پیدا کنه. بله. جناب استاد، نکته بسیار خوبی که اشاره کردین، گفتین با هزینه کم میتونه یک کسب و کار را آغاز بکنه. موضوعی که امکان داره همگان با توجه به هزینه و این باعث بشه این مسئله و این موضوع که اصلا کار را آغاز نکنن و فقط بگن که باید نه از پله آخر ما باید شروع کنیم، در حالی که باید آهسته آهسته پیش بره. دقیقاً. البته خب میخوام یک مثال در قسمت با شما شریک بسازم. میگن که یک کسی از ملکه انگلیس و رهبرای از اونا پرسان کرد که شما غربی ها چه کار میکنن که کسب و کار شما رونق میگیره ولی ما شرقی ها چی میکنیم باز با شکست میشه. اونا جواب بسیار خوبی دادن، گفتن که ما غربی ها که در غرب تجاربی از این قبیل امورات داریم از اقدام های خیلی کوچک آغاز میکنیم، از یک گام بسیار کوچک و ناچیز که خیلی به چشم نمیایه. مثلا یک شرکت اگر هم راه میندازیم ابتدا تبلیغات وسیع نمی کنیم، پول زیاد هم صرف او کار نمی کنیم، شروع می کنیم ببینیم که واکنش مردم چیه،
مخاطبان ما و متقاضیان ما چی اندازه در واقع ما را استقبال میکنن. اگر استقبال کرد، اگر مشتری داشت، اگر کسب و کار ما رونق پیدا کرد، خب افزایش میدیم. اگر نکرد، در همونجا پروندهشو میبندیم، بریم سراغ گیده دیگر. اما در شرق باز ما بیشتر نگاه ما ایست که تمام انرژی خود و تمام پول و سرمایه خود میندازیم به یک کاری و بعد تبلیغات وسیع میکنیم. اگر نتیجه نداد، هم پول رفته، هم آبرو و حیثیت ما رفته و هم ورشکست شدیم و هم دیگه توان و روحیه دوباره استاد شدن نداریم. پیشنهاد ما ایست و تجربه هم ایر نشان میده که بیایم ایده های خود برای شروع کسب و کار از گام های خیلی کوچک آغاز کنیم. گام های خیلی کوچک برداریم و بعد با تشخیص اینکه ما در کدام مسیر میریم و مشتریان خودم میشناسیم، متقاضیان و همکاران خودم میشناسیم، رقیبای خودم میشناسیم، اینطوری است که ما انکشاف میکنیم و کار ما رونق میگیره. دقیقاً، چون در ابتدا گفتیم نقش رسانه‌ها در توسعه کارآفرینی چی هست، موضوع برنامه و عنوان این بخش برنامه بود. خواهیم بدانم رسانه‌ها چقدر نقش دارند در توسعه کارآفرینی؟ رسانه ها، من در این موضوع بسیار زیاد تاکید دارم، برای از اینکه رسانه ها با افکار عمومی ارتباط دارند. رسانه ها در واقع از طریق رسانه ها میشه آموزش را و فرهنگ را و بسیار موضوعات به خانه های مردم انتقال داد و با اونها شریک ساخت. یک از کارکردهایی که رسانه ها میتونن در توسعه کسب و کار و کارآفرینی داشته باشن، تغییر نگرش و دیدگاه عموم مردم هست، در واقع بینندگان هست. نگاه ما متاسفانه نسبت به علم، نگاه ما نسبت به دانشگاه، نسبت به درس، نگاهی است که کار کنیم که کارمند بشیم، کار کنیم که یک معاش بگیر بشیم، کار کنیم که در واقع در یک اداره درس بخونیم که در یک اداره کارمند شیم. و نگاه ما کمتر فراتر از این میره و این نگاه خیلی تنگ نظرانه ای هست و خیلی مندک. نگاه رسانه ها باید تلاش کنن این نگاه را عوض بکنن، یعنی نگاه را وسیع تر بسازن. ما فراتر از کارمندی فکر کنیم، ما به دنبال ایده های باشیم که بتونیم شغل ایجاد کنه، به دنبال ایده های باشیم که فرصت های کاری برای میلیون ها انسان فراهم بسازه. زمانی که فکر ما و ذهن ما در واقع بیشتر از اینها فکر کرد، او زمان است که ما پرواز میکنیم و در واقع گام های خیلی بلند برمیداریم. پس اول این نگاه و این دیدگاه باید تغییر کنه که ما همیشه منتظر نباشیم که دولت برای ما کار فراهم کنه. امروز شما در آمریکا و در کشورهای عمدتاً توسعه یافته میبینین که اکثر شغلها توسط کارآفرینان ایجاد میشن، نه دولت، و مخاطر اونجا سکتور خصوصی بیشتر فعال است. یعنی بخش های خصوصی و بخش هایی که افراد خودشان شغل ایجاد کردن، خودشان فرصت های شغلی ایجاد کردن. ما این کار میتونیم انجام بدیم، بخصوص در جامعه که دولت ما نیاز به حمایت داره، نیاز به اداره که ملت هم خودش تحرک بیشتر داشته باشه، چون دولت نوپا هست و یا اینکه دولت در گذشته دچار درگیری ها و کشمکش ها بوده، به هر حال مشکلات خود داره. و این که ما بیایم توقع کنیم که دولت همه چیز برای ما فراهم بسازه، بسیار توقعی است که امکان برآورده شدنش فعلا میسر نیه. کار دیگر که رسانه ها میتونه تولید برنامه های آموزشی و ارائه برای و ارائه اونها برای بینندگان و عموم مردم هست. شما میتونین که گزارش تهیه کنین از کارآفرینان موفق، مصاحبه داشته باشین با اونایی که یک مسیر را طی کردن و به کسب و کار خیلی خوب نائل شدن و این را پخش بکنین تا دیگرها ایده بگیرن، یک راه هست. راه دیگر دعوت از مسئولین و کسانی که در رأس اداره امور هستند یا در رأس امورات و کارها و مشاغل هست، در رأس صنایع و کارهای تولیدی هست. برنامه های زنده و لایفی که جنبه مشورتی داره، جنبه پرسش و پاسخ داره، اگر با مسئولین برگزار شود، طبعا چیزهای شریک میشه با بینندگان که اونا کمتر به دسترسی داشتن. شما میشه که مثلا با بخش کار و امور اجتماعی، با بخش وزارت تحصیلات عالی، با شهرداری، با همه اداراتی که در واقع در یک بخش کار میکنن برنامه بگیرین و از طریق این برنامه ها در واقع اطلاعات را به تقدیم جامعه بکنین تا اونا ایده نو برشون پیدا شود. و همچنان میشه که فیلم، سریال، برنامه های آموزشی با محوریت کسب و کار رو اندازی شود
و ساخته شود و از این طریق از چینل تلویزیون و رسانه های همگانی با ملت شریک شود. این برنامه ها و این در واقع کارکرد های یک رسانه میتونه که ذهنیت عموم جامعه را نسبت به کسب و کار تغییر بده و نارا رشد بده. و من خاطر من امروز زیاد تاکید دارم روی از این که تلویزیون ها و رسانه های جمعی میتونه که در تغییر یا در اصلاح فرهنگ کسب و کار و توسعه کسب و کار در واقع خیلی نقش مهم ایفا کنه، که اگر انشالله فرصت بود که باز هم برنامه داشتیم میپردازیم به اینکه چگونه ما ایده های کسب و کار از کجا آغاز کنیم و در واقع چطور بتونیم رونق بدیم و یک جای خیلی کلان برسیم. دقیقاً جناب استاد، میخوایم به عنوان آخرین سوال توصیه شما برای کارآفرینان و همچنان اگر کدام صحبتی باقی مانده باشه در این بخش از شما بشنویم. خب در ادامه بحثو میخوام اشاره کنم که کار که ما میخوایم راه بندازیم یا توسعه کسب و کار یا ایجاد یک فرصت شغلی، اول از همه حوصله مندی به کار داره. چون ما گام های اولیه رو برمیداریم، شاید در همون روز اول، در همون هفته یا ماه اول نباید نگاه مایی باشه که یک منبع درآمد بسیار کلان رو ما ایجاد کنیم. خب در اوایل حق بدیم به دیگران که میخوایم ما رو امتحان کنن، یا اونها هنوز نمیدونه که آیا خدمات که ما ارائه میکنیم تا چه اندازه قابل اعتماد است، قابل استفاده است. بنابراین تا جا میفتیم، تا اینکه مشهور میشیم، تا در واقع امتحان خود پاس میکنیم، طبعا مشکلاتی داره، حوصله مندی به کار داره. هر کس به کاری که شما راه بندازین، مثال اول که خدمت شما عرض کردم کارگاه های تولیدی که خیلی راه انداختن، از اوایل خیلی حوصله مندی میخواد. شما شاید در روز اول مشتری نداشته باشین، شاید در گام های اول مردم مسخرهتون بکنن، اما خب با حوصله مندی میشه که ادامه داد و روز به روز رونق پیدا کرد. یک مسئله، مسئله دیگر این که از استفاده از تکنولوژی و در واقع ارتباطات هست. کسایی که میخواین کسب کار را بندازن و کارآفرین باشن، از تکنولوژی امروز استفاده کنن. یعنی فرض کن شما اگر یک محصول دارین میفروشین برای مردم، اگر بتونید که محصولتون از طریقه های مختلف تبلیغ کنین، در واقع شما نه تنها در سطح قریه و شهر که در سطح کل کشور، بلکه در سطح کل جهان مشتری پیدا میکنین. کالای مورد نظرتون هم میتونین در تمام نقاط دنیا به فروش برسانین. بله. حیف است که این امکانات و تکنولوژی استفاده نشه. شما میتونین برای اینکه خدمات ارائه بکنین برای مشتریان، یا در واقع محصولات آموزشیتون هم تبلیغ بکنین، تکنولوژی فرصت خوبیه، امکانات خیلی خوبی در اختیار ما میگذاره. هم میتونیم از این طریق ده ها و صد ها فایل ها و مطالب آموزشی هست که اونا رو ببینیم و ایده بگیریم، و هم ابزار در اختیار ماست که ایده های خود برای دیگران شریک بسازیم. و در کنار این دو مورد میخوام اینو اشاره کنم که کاری در واقع تولیدی یا هر کاری که برای کسب و کار میخوام راه بندازیم، از گام های خیلی ابتدایی و کوچک شروع کنیم که نتیجتا برسیم به جایی که مورد نظر ماست و کارهای ایدئالی که ما روی در نظر داریم. خب پس به این نتیجه میرسیم که کسب و کار نیازمند به حوصله مندی هست، نیازمند تخصص و مطالعه بیشتر است، نیازمند است که ما ارتباطات خود وسعت ببخشیم و از تکنولوژی هایی که امروز در دسترس است استفاده کنیم. بسیار تشکر جناب استاد محمد تقی پیمان، استاد دانشگاه، از اینکه با ما بودین، در ارتباط به کارآفرینی و همچنان نقش رسانه ها در توسعه کارآفرینی صحبت کردین. بسیار تشکر. تشکر شما و برنامه خیلی مفیدتون.